خوش آمدین دوستای نهایت گرامی به یکی دیگر از درس های آموزش رانندگی سوالات اتریش تا این قسمت کار کرده بودیم می خواهیم که دوستا امروز بخش پات نکنده همین قسمت را که در بردارنده 54 سوال بود تمامش کنیم بخیر واس فشتهین زی اونتر دم هالتن شتلن برایخ اینس فکرس میتلن میگه که شما چی میفهمین از حالت یعنی حالت شتیلن او قسمت هایی که مربوط حالت میشه مربوط همی ایستگاه میشه قسمت هایی که مربوط ایستگاه میشه از یک اوفن لیکن فرکرس میتن. از وسایل نقلیه عمومی خب das ist der Bereich jeweils 30 Meter vor und nach der Haltestellen-Tafel. Mit einem Teil, der 6 Meter brech oder brecher am Haltestellen-Tafelas, am Teil, die Tafeln alsbald geändert ist. Ke, wo, halt ist. -ke, pas, ke, ist Wenn keine Bodenmarkierung oder bauliche Einrichtungen dafür vorhanden ist, mit einem die ich Bodenmarkierung, Bodenmarkierung in e مارک های روی سرک میگن که یعنی نوشته شده باشه که نمی قسمت اسکاس یا بوس است وقتی که هید نباشه و هیچ فهند نباشه در دسترس هم نباشه سی متر پیشش و سی متر پشت سرش دقیقی سی متر فا و نخ ده هلتش دیلن گزینه دومش دو دست است دی برایخ این یعنی او قسمت است از یک فارد لنگه یعنی به اندازه فارتسویگ است یعنی طولش به اندازه فارتسویگ یک, یک وسیله نقلی است باید هالتشتیلن تافل اونمو قسمتی که هالتشتیلن تافل نصب است اونمون قسمتی که همو تابلوی نسب است که نشته کرده که هیجا توقف کنه پس یعنی میگه درست اونمون جا به اندازه خود موتر است به اندازه فارتسویگ لنگ است خب گزینه سوم

این قسمت هم نشته از بوس پس بودن مارکی داره او در باولی که ماس نامن انگت سایت وردن یا توسط خب بودن مارکی یا باشه نباشه یا باولی ماسنامن. نامن یا قسمتا درست شده بر ایستگاه اما تراحی شده بر ایستگاه ببینید در این قسمت اصلا تراحی ترهش قسمت قسمت ای را دیزاین کردن که نه آمدن گفتن که ایستگاه است اینجا ایستگاه بوس است پس میگه که از لحاظ ساختارم که ساختارش هم امکان داره که هم ساختارش ایست بیانگر ایستگاه باشه هم ام امکان داره که نوشته شده باشه این ای گزینه درست است دست از دی برک یه والس سن متفا و نخت حالت حالتش 15 پانزه متر پشروی و پانزه متر پشت سر حالتش, حالت حالتش تلن تافل قسمت که تابلوی توقف است اونو قسمت میگن که حالت شتلن برایخ یا اونمو ساحه که میتونن توقف کنن ون کاین بودن مارکیرونگن او در باولی که این ریختونگن است وقتی که میگه که خب پانزه متر پیش و پانزه متر پشتر هم حالت شتلن تافل زمانه که هیچ بودن مارکیرونگ یا هیچ نوشته ای نباشه در روی خیابان یا هیچ اتو از لحاظ که از لحاظ ساختار هم یعنی ساختارش هم مثل ایستگاه نباشه 15 متر پیشرو یا 15 متر پشت سر خب گزینه های درست ما انتخاب کردیم دوستا سوم و چهارمش است ادامه میدیم ویف فالتن سی شندیز در این شرایط چگونه رفتار می نمایید؟ فار به 30 قیم ها weiterیت خب شرای اول در نظر بگیرن دوستات دو تا طفلس میخواین از ای ض ق رد شو از یه خط آبر پیاده رد شو چه چیزها رو شما در نظر می دیگه دی اینجا خب تو توقف میکنین پس ببینیم گزینه آم یک فار به 30 کایم ها ویت یعنی ما با سرعت سی آام میتون برفتارم خب شما باشید میرین نمییرن دیگه پسی گزینه اشت باز آدن لینکن ف رییف خب اتین و تو سمت چپتون میرین ایش هوپه وندی کنده سومیه شاون فاریخ وایته. ما آراند میکنم وقتی که اطفال به سمت ما دیدن ما دوباره دامه میتونیم برای آن دیگی. اشتباس. ایش حالت فاردم شد سویک آن. ما توقف میکنیم در جلو از این خط آبر پیاده و ارموگ لیخه و مویسر میسازم که اتفال دا زیخ رو بکوییرن دیفار بند. مویسر میسازم که اتفال زیخه با اطمینان خاطر بیشتر با, با, امنیت بیشتر از خیابان رد شوند اشفار امشقی تمپو وایت یعنی با سرعت قدم زدن ما ادامه میتون برانندگیم اون وایخ نخ لینکس به سمت چپ تو تفره پس گزینه درستش فقط سوم است انتخاب کردیم ادامه میتیم مگه زی هابن فادم شوتسویک انگهالتن شما توقف کردین پیش ازی شوتسویک پیش ازی خط آبر پیاده و سلطن زی بختن چی چیزا را باید در نظر داشته باشن یا بگیرن ونزی دی کینده وقتی که میخواین که اطفال دست زیخر او بکویغن رد شدن م... امنشانه دست شوتسویک ولن مویا سر بسازن که از ای خط آبر پیاده رد شدن. امن رد شوند یعنی در خطر برشون ایجاد نشه ich nehme mit بلینک kinder با اطفال کانتاکت بلینک بلیک ارتباط میگیرم ارتباط چشمی میگیرم اون اف هین این دویتلیش انسایکن و با اونها یعنی دویتلیش انسایکن میتم صریحا یا آشکارا هند اشاره دست میتم یعنی با دست میگم رد شوید دومش گفته بیفور ایک دی این گیبه پیش از این که ما یدفال ان اشاره دست بتم او به سویگ ایک میخ دست ایک نیخ دو به هولت ویرده خودمان مطمئن می سازم که یک نفر دیگه از ما سبقت نگرفته باشه

اگر به هر صورت به هر صورت ما وان سایکن میتم اشاره برشان میتم یا میگم رای آرند آرند میکنم برشان که تیر شوید خب گذینه اشتبار ما تیک مارک نکردیم گذینه های درست ها تیک مارک کردیم ادامه میتم دقت کنین دوستا در اینجا اولش هم درست است اولش اصلا درست بوده ما اشتباه رو پس کردیم خب های درستش اول دوم دو سوم است ادامه تیم دوستای نازنیم زیکومن سو آینم فارسویک بایدم دی الارم بلینک نلاگه است شما نزدیک یک وسیله نقلیه شدن که الارم بلینک نلاگش روشن است الارم بلینک نلاگه دو دوست دارم که در گوگل بزنم بر شما نشان بتم الان بلینک انداگه کدام اشاره های موتر میگن تا واضح تر بر شما خب دو قسمه که شما دقت میکنین متوجه شدن این قسمت ببینین الان بلینک انداگه از این موتر ببینین او اشاراتی که یعنی الارم است یک الارم هست. یک, یک, یک اشاره نشان میدن اینا میگن الارم بلینک اند ببینن ببین روشن است یعنی موتر خراب شده و از کجا روشن میشه این ای دکمه در داخل موتر که است این دکمه الارم بلینک انلاگر روشن میکنه خب پس فهمیدیم که الارم بلینک انلاگر چی است ادامه میتیم به ادامه درس ها خب میگن که شما به یک موتر نزدیک شدین که او چراغایی که چراغای هشدار است در موتر او روشن است واس شلیسن زی داغاز چه چیزا میگه که باید در نظر بگیرن چه چیز اتفاق افتیده چی است اسکانت آف شتاو هین امکان داره که از یک شتاو هین ویسن کنه یک ترافیک یک یک ازدهام موترا درسته؟ اسکانت زیخ این شول امکان داره که از شول ترانسپورت باشه موتر مکتب باشه کرد فالا تا بالا میکنه باید امکین ده اینو ده آسو شتایگن درسته دست فارس ها کنت اپ امکان داره که این خود وسیله نقلی خراب باشه و یک وسیله نقلی دیگه با وسیله اپ یعنی بکسل ای را بکسل کرده باشه به بخواه بباره دست فارس ها کنت این پن هاون امکان داره که خود وسیله نقلی هم یک یک دفکت باشه خراب باشه یک یک مشکل داشته باشه پس گزینه های درست ما انتخاب کردیم ادامه میدیم به ادامه درس میبینیم که درست بوده یا نه چهار گزینش درست بوده ای وی فهالتن زی زیش ون زی بای اینم شول ترانسپورت کیند این او ده آس شتایگن چگونه رفتار میکنین که وقتی که ون اینم شول ترانسپورت کیند این او ده شتایگن با یک موتر سر میخورین که شول ترانسپورت است یعنی وسیله عمل و نقل انتقال اطفال مدرس مکتب است و توقف کرده می که اطفال سوار کنه یا پایین کنه از وسیله نقلیه اشفار فوبای ببینین اشفار فوبای یعنی من رد میشم زمانی که شول ترانسپورت باشه دیگه رد شدن ممنوز. پس فقط اشحالت ان ما پشترش توقف میکنم میمونم که اطفال پایین شد یا بالا شد حرکت کرد بعد مرکت میکنم ایش فار یعنی من رد میشم ایش فار رد میشم ایش فار رد میشم او ایش فار فور ها اما اشتباه دوستا ادامه میتیم به درس گزینه بعدی زی ذهن دست این گبل پرسون. مگه شما مشاهده میکنین که یک شخص که ما یوبست دیفار بان او به کویغن بل که از سرک رد شوند مد ولچن گفارن موسن زیدن ریخنن؟ با چه خطرها را شما باید در نظر داشته باشین چه خطرها را باید در نظر بگیرن گزینه اول میگه که دام دست دیز پرسون لایخت شتیوتزم کنن امکان داره که شخص خیلی راحت بیفته در سرک بفته شتیوتزم شوه Damit dass diese Person die Geschwindigkeit herannahend Fahrzeuge oft unterschätzen, yani ich schaue es im Konkreten unterschätzen, Tägminen ist es wurschte, dass ich es mit kein besondere Gefahren bei euch hatere, ich gucke es ist es bei euch hatere, ich nehme daran Damit dass diese Person zum Überqueren der Fahrbahn länger als üblich benötigen, im Konkreten ke وقت بیشتر بگیره تا این شخص از سرک رد شوه وقت بیشتر از کسایی که در جور هستن امکان داره که بیشتر در خیابان باشن آهسته تر برن پس گزینه‌ای درست انتخاب کردیم و ادامه سوال بعدی زیزی هندس این گبلی پرسون دی ول بازم تکراریست میخواین که میگه یک نفره که معیوب است میخواین از خیابان رد شود وی فخالتن زیزیش ان دیزی سیتواتسیون خب چگونه باید رفتار کنین در همچی مواقع بنزی این فارتسیک لینکن خوصا زمانه که شما یک فارتسیک لینکن میکنین یک وسیله نقلیه را در آل رانندگیش هستین ایش حالت آف دی فاربان آن اشتایگ آس اون حلف دی پرسون نخوزه میگم ما توقف میکنم پایین میشم از وسیله نقلیم شخص کمک میکنم و تا خانش میرسانم کدام وقت کدام نفر دیگه این کار کرده خب طبعا نمیکنه تا خانهش نمیرسانه گزینه اشتباه است ایک ورده انحالتن اون دی پرسون دست که فعال لوزه او به کوی غنر مویکلیخن میگه من توقف میکنم توقف خواهد کردم تا رد شدن بدون خطره مای اثر بسازم به این شخص ای گزینه درسته دوم ایک ورده آفیدن فال حوپن به هر صورت میگه ما باید آرند بزنم گشته باست ایش ورد ما این فارد که شتاک بشلوی یعنی ما وسیل نقلی ما با سرعت سرعتش را بیشتر میکنم خیلی زیاد سرعتش بیشتر میکنم دامت ایش نخفه ده پرسان فوبای ویته فارن کن تا بتونم رد شم دگه ازی اوی از وستا میگه رد میشه من تیز رد شم خب معمولا کشورهایی که سطح فرهنگیشان پایین است از با این مواقع خصوصا مو کسایی که خودشان سطح فرهنگشان پایین است نه خب یک ملت ما تغییر نباید کنیم خب خوب و بد داره هر جای کسایی که سطح فرهنگیشان واقعا پایین است گزینه چهارم عملی میکنن که ما هم دیدیم واقعا جای تاسف است ادامه میدیم Der Pkw fährt mit ca. 60 km/h. وی فهالتن زیزیش خب ای پکاوی رو در نظر بگیرین ای پکاوی در کجا قرار گرفته یکی در وسط خیابان فاربان میته و با سرعت شست تا در ساعت هم فیلن در آل عرکت است میگه چگونه شما رفتار میکنین خب این پکاوی خودش این ای موتر که شما میبینین خودش اشتباه فعلا در رانندگی میکنه خودش در وسط خیابان بدون از ای که کدام مانعی باشه سمت راستش مستقیم رفته از وسط خیابان ایش فرسوخ درخ بلینکن او ده هوپن مد لینک بیسیونگس وایس لینک رین دیر پیک اوه کنتکت آف من میگه که من میخوایم که <coughs> ما کوشش میکنم که توسط بلینک لیخت هوپه یا مو چراغ موترم یا آرند با شخص ارتباط برقرار کنم ایخ فارسو لانگ هینت دیم پیکاوی نخ دستی ستواتسیونس که کلیت است. ما تا او زمانه که وضیعت صاف واضی نشه دیگه بر ما روشند نشه بر ما, ما در پشتر از ای پیکاوی رو میروم. یعنی ای را دیگه سبقت نمیگیرم. ای هم درست است. ایخو به حال لینکس ما سمت چپ سبقت میگیرم. ایخو به حال ریخت سمت راستش سبقت میگیرم. این های اشتباه است. ا ورم هو به حال زیهی نیخ چرا نمیخواین که سبقت بگیرین از این موتر ویل دی گشوندیگکایتس اونترشید سو گرینگ وره به خاطر که فرق سر گشوندیگکایت اونترشید یعنی فرق از صورت مو سرعت ما و سرعت از این موتر یعنی خیلی کم میتونه شده دیگه او 60 تا ما بیشتر نمیتونه نه اشتباه است و حالا در این لنک ها بسیار سوائز در لنک های این نیست که شما نمیتونید که اعتماد کنین بالای از این راننده اعتماد بالای راننده سخت است خب این خودش چون خلاف قانون داره رانندگی میکنه و حالا در لنک های این پیک های فالش بخاطر که او اشتباه داره رانندگی میکنه اشتباه داره راندگی میکنه خب گزینه های درست انتخاب کردیم چهارمش والدی زایت نپشتن سوگ غنگ فیره به خاطر که با اگر سبقت بگیرم اینی زایت نپشتن میگن این قسمت ها. این خیلی کم میشه خب او از جای زیاد داره ولی این راننده اشتباه راندگی میکنه به این خاطر شما نباید سبقت کنه خب دوستان ما درس پارت نکنده را به اتمام رساندیم خب تا درس بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم مسپارم شاد و موفق و کامگار باشین خداوند حافظ و ناصرتان